اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخلی در صنعت مخابرات ایران از مهمترین محورهایی بود که در همایش یک روزه چالش های صنعت مخابرات ایران مورد تاکید قرار گرفت. در این همایش که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، کارشناسان و دستاندرکاران صنعت مخابرات از وزارت صنایع و معادن به عنوان متولی حمایت از صنایع کشور و همچنین وزارت پست و تلگراف و تلفن و شرکت‌های تابعه به عنوان بزرگترین بازار مصرف این تولیدات خواستند از صنعت مخابرات کشور که در صورت حمایت دولت قابل رقابت با صنایع خارجی است حمایت بیشتری کنند. باید این در سطح تمام افراد واقعا دستن در کار این صنعت، چه حالا محققین رو بگیم، چه طراحا و مهندسین مشاور رو بگیم، چه مدیران مخابرات به عنوان مخابرات مختلف استانها و غیره بسیار چیز و چه تولید کنندگان رو بگیم، این باید واقعا جا بیفته که تنها راه پیشرفت مملکتمون این همکاری تنگاتنگه. دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران نیز در این همایش با انتقاد از برخی خریدهای خارجی مخابرات کشور در حالی که امکان تامین این کالاها با کیفیت مشابه و قیمتی قابل رقابت با مشابه خارجی وجود دارد تصریح کرد، در صورت اجرای قانون حداکثر استفاده از تولیدات داخلی صنعت مخابرات می تواند با ارتقای کمی و کیفی محصولات خود با نمونه های خارجی رقابت کند. مهمترین مشکل صنعت تولید تجهیزات مخابرات در کشور عدم باور در سیستم داخلی خود ماست، یعنی اینکه اونهایی که باید از این دستگاه استفاده کنن باور ندارن که صنعت داخل کمتر از صنعت خارج نیست. من در صحبت‌های همایش عرض کردم که ما قراردادی با یه شرکت خارجی نداریم که مشکل نداشته باشه و چه ضررهای مالی هم در خرید تجهیزات و هم در بهره برداری از تجهیزات که با تأخیرهای خیلی زیاد و با مشکلات خیلی زیادی به مملکت وارد کردن. در حالی که تجهیزات داخلی طبیعی تکنولوژی مشکل داره، تکنولوژی ساخت دست بشره، هر تکنولوژی مشکل داره، ما هم مشکل داریم، خارجی ها مشکل دارن، ولی باور باید بشه که ایرانی کمتر از خارجی مشکل داشته. توضیح میدن من وارد اون بحث